بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. فرا رسیدن عید سعید فطر را به همه شما برادران و خواهران گرانقدر تبریک عرض می کنم. عید فطر جشن گرامی داشت دستاوردهای ماه مبارک رمضان است. این دستاوردها عبارتند از تهذیب نفس و صفای باطن که در پرتو عبادت‌های ماه رمضان حاصل می‌گردد و همچنین همیاری اجتماعی و تألیف قلوب و اتحاد جامعه. امام علی علیه السلام در آخرین وصیت خود به امام حسن و امام حسین علیهم السلام می‌فرمایند: اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم فانی سمعت جدکما رسول الله صلی الله علیه و آله یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة و الصیام. یعنی من شما و همه فرزندانم و هر کس نامه من به او برسد را سفارش می کنم به تقوای الهی و نظم در کارها و تلاش برای ایجاد صلح و آشتی در میان مردم. از جد شما پیامبر خدا شنیدم که فرمود ایجاد صلح و صفا میان مردم از ثواب یک سال نماز و روزه بالاتر است. امید است همگان این فرصت الهی را مقتنم شماریم و این عید بزرگ را نقطه عطفی در زندگی خود برای ایجاد آرامش بیشتر در جامعه و زدودن کدورت‌ها و باز کردن صفحه جدیدی در زندگانی آینده خود قرار بدهیم. ای عید عاشقان، به حقیقت جمال تو، هر لحظه عیدی رسدم از وصال تو. عید کسان اول شوال و عید من آن ساعتی بود که ببینم جمال تو. همواره در پناه حضرت حق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.